چرخه پاسخ جنسی دنباله از تغییرات فیزیکی و عاطفی هستش که با تحریک جنسی و یا شرکت در فعالیت تحریک آمیز از جمله مقاربت و یا خود ارضایی ممکنه رخ بده. دانستن این نکته مهم هستش که بدن شما در هر مرحله از چرخه چگونه واکنش نشون بده میتونه به تقویت رابطه شما کمک کنه و میتونه به شما کمک کنه تا علت بسیاری از مشکلات جنسی خودتون رو مشخص و پیدا کنید. اگر در این باره کنجکاو هستید میتونید تا آخر ویدیو با من همراه باشید. سلام، من رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس‌تراپیست و زوج درمانگر. به کمک این ویدیوهای آموزشی من به شما کمک میکنم که زندگی جنسی و عاطفی بهتر و لذت بخشتری داشته باشید. لطفاً اگر اولین بار هست که کانال من رو میبینید و احساس میکنید که به این آموزش ها احتیاج دارید، فراموش نکنید که سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو روشن کنید که به محض آپلود ویدئوی جدید به شما اطلاع داده بشه. همینطور من آیدی اینستاگرامم رو هم اینجا مینویسم، میتونید برای امانگی وقت مشاوره اونجا با من در ارتباط باشید. و مثل همیشه اگر احساس میکنید که این ویدیوها برای فردی میتونه مفید باشه، حتما با اونها به اشتراک بذارید. برای آشنایی بیشتر با من میتونید کانال شخصی من رو سابسکرایب کنید و اونجا با زندگی شخصی من بیشتر آشنا بشید. خب، همونطوری که گفتم چرخه پاسخ جنسی دنباله از تغییرات فیزیکی و عاطفی هستش که در حین تحریک جنسی یا شرکت در فعالیت جنسی مثل خودارضایی و یا رابطه جنسی میتونه اتفاق بیفته. چندین مدل و مدل پیشنهادی مختلف برای چرخه پاسخ جنسی وجود داره که اون چیزی که ما امروز داریم مرورش میکنیم یکی از رایج ترین مدل ها هستش. چرخه پاسخ جنسی در واقع چهار مرحله توصیف میشه. مرحله میل یا لیبیدو، برانگیختگی و یا هیجان، اورگاسم و یا رزولوشن. هم مردان و هم زنان میتونن این مرحله رو تجربه کنن، اگرچه ممکنه در زمان تجربه این مرحله متفاوت عمل کنن. برای مثال بسیار بعیده که هر دو طرف رابطه بتونن به طور همزمان به اورگاسم برسن، خیلی بعیده که این اتفاق بیفته. علاوه بر این، در واقع شدت پاسخ و زمان صرف شده در هر مرحله میتونه از یک فرد به فرد دیگه متفاوت باشه. بسیاری از این زنان به این ترتیبی که الان ما در موردش میخوایم صحبت کنیم ممکنه که مراحل جنسی رو طی و تجربه نکنن. در واقع برخی از این مراحل ممکنه که در برخی از در واقع رابطه های جنسی یا برخورد های جنسی وجود نداشته باشه یا در برخی از افراد دیگه خارج از این توالی اتفاق بیفته. پس میل به صمیمیت ممکنه که انگیزه‌ای برای فعالیت جنسی در افراد باشه که درک این تفاوت ها میتونه به شما و یا شرکای جنسی کمک کنه که بدن و پاسخ های یکدیگر رو بهتر درک کنن و تجربه جنسی بهتر رو تجربه کنن. در واقع مهمه که بدونید چندین تغییر فیزیولوژیک ممکنه در طول این مراحل مختلف در طول مرحله مختلف جنسی رخ بده. افراد ممکنه که برخی، همه یا هیچ کدوم از این تغییرات رو تجربه کنن. مرحله اول میل هستش. در واقع مشخصات کلی این مرحله میتونه از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشه و ممکنه که شامل یکی از موارد زیر باشه. شامل تنش عضلانی، ممکنه تنش عضلانی افزایش پیدا کنه، ضربان قلب فرد تندتر بشه و تنفسش سریع‌تر بشه، ممکنه پوستش برافروخته بشه، مثلا حالت لکه‌های قرمز رو ممکنه روی سینه و یا پشت یک فرد ظاهر بشه، نوک سینه ها ممکنه سفت بشه یا به حالت ایستاده در بیان، جریان خون به اندام تناسلی ممکنه افزایش پیدا کنه که در نتیجه کلیتوریس و یا لابیومینورها یا لبهای داخلی بزرگتر میشه و برای مردها ممکنه که نعوزشون و آلت تناسلیشون متورم تر بشه. ممکنه که در زنها در ناحیه واژن شروع به در واقع خروج یک مایعی رو تجربه کنن. سینه های زن ممکنه که پرتر بشه و در واقع دیواره های واژن ممکنه که شروع به متورم شدن بکنه. همچنین بیضه های مرد ممکنه که متورم بشه و کیسه بیضه اون سفت بشه و شروع به ترشح یک مایع روان کننده یا حالا بخوام بگیم مایع منی رو کم کم بخواد شروع کنه.
دوباره اینجا من تاکید میکنم این توجه به این نکته مهمه که تجربه جنسی در هر فرد میتونه متفاوت باشه. برخی از افراد ممکنه که به طور مداوم این تغییراتی که الان مثلا من گفتم رو تجربه بکنن، بعض از افراد اصلا ممکنه که تجربه نکرده باشن. اینها میتونه بین افراد مختلف متفاوت باشه. همچنین میتونه در یک فرد در برخوردهای جنسی مختلف نیز متفاوت باشه. پس گاهی ممکنه مثلا مرحله میل جنسی بعد از برانگیختگی جنسی ایجاد بشه. مرحله دوم برانگیختگی هستش. در واقع خصوصیات کلی این مرحله تا آستانه اورگاسم در واقع امتداد پیدا میکنه که ممکنه شامل موارد زیر باشه. در واقع تغییرات آغاز شده در مرحله اول، در مرحله میل که بهش اشاره کردم، توی این مرحله برانگیختگی شدیدتر میشه. واژن به دلیل افزایش جریان خونی که اتفاق میفته ممکنه متورمتر بشه و همینطور بیشتر تورم پیدا کنه و رنگ دیوارهای واژن ممکنه که به دلیل خونی که وارد میشه تیره تر بشه. کلیتوریس زن بسیار حساس هستش، حتی ممکنه که وقتی که اون رو میخواید لمس کنید دردناک بشه. همچنین بیضه های مرد در این مرحله ممکنه که به داخل کیسه کشیده بشه. تنفس، ضربان قلب، فشار خون همچنان میتونه افزایش پیدا کنه. اسپاسم عضلانی ممکنه در پاها، صورت یا دستها شروع بشه و همچنین تنش در عضلات میتونه افزایش پیدا کنه. مرحله سوم اورگاسم هستش. در واقع اورگاسم کوتاه‌ترین مرحله از پاسخ جنسی هستش و به طور کلی فقط چند ثانیه ممکنه که طول بکشه. که مشخصات کلی مرحله اورگاسم میتونه شامل این موارد باشه: شامل انقباضات غیر ارادی عضلات شروع بشه، فشار خون، ضربان قلب با دریافت سریعتر اکسیژن در بالاترین حد خودش ممکنه برسه، اسپاسم عضلات پا رو ممکنه شما تجربه کنید، آزاد شدن ناگهانی و تشدید تنش جنسی رو ممکنه، رها شدگی جنسی رو ممکنه تجربه کنید. در زنان عضلات واژن ممکنه که منقبض بشه، رحم همچنین ممکنه که در واقع دچار انقباضات ریتمیک بشه و در مردان انقباضات ریتمیک ماهیچه های ناحیه تناسلیشون میتونه منجر به انزال و خروج مایع منی در اونها بشه. همچنین در برخی از افراد ممکنه علامت‌های رد قرمز یا برافروختگی جنسی رو بر روی پوستشون ممکنه تجربه کنن. مرحله آخر که به اصطلاح فلات یا رزولوشن بهش گفته میشه، بدن به آرامی به سطح عملکرد طبیعی خودش باز میگرده، قسمت‌های متورم شده یا برآمده شده بدن به اندازه و رنگ قبلی خودشون برمیگردن. در این مرحله بعد از اون افراد ممکنه که به صورت کلی احساس شادی و لذت رو داشته باشن و اغلب ممکنه که احساس خستگی کنن. برخی از زنها با تحریک جنسی بیشتر همچنان قادر به بازگشت سریع به مرحله اورگاسم هستن که در به اصطلاح بهش مالتیپل اورگازم میگن یا اورگاسم چندگانه میگن و ممکنه که بتونه دوباره اورگاسم دیگه رو تجربه کنه. اما مردها معمولا بعد از اورگاسم شدن و بعد از خروج مایع منی به زمان ریکاوری بیشتری نیاز دارن که این دو به اون دوره مقاوم میگن و این دوره میتونه در افراد مختلف با سنین مختلف متفاوت باشه که بعد از اون دوباره میتونن برگردن و اورگاسم رو در واقع تجربه کنن. ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم که تونسته باشم این مراحل رو به سادگی با زبان ساده برای شما بیان کرده باشم. لطفاً برای من در قسمت کامنت ها نظرات خودتون رو بنویسید و اگر احساس میکنید که این ویدیو برای فردی میتونه مفید باشه حتما با اون به اشتراک بذارید.